سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما به یکی دیگه از برنامه های دالان وحشت خوش اومدید در این برنامه ماجراهایی بازگو میشه که در بردارنده خاطراتیه از برخورد با دنیای ماورا و موجودات عجیب این ماجراها توسط شما عزیزان به دست ما رسیده در ادامه برای بررسی ماجرای وحشت در خانه با ما همراه باشید. قبل از هر چیز اگر تازه به کانال ما پیوستید حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه های جدید ما جان نمونید. من هیچ موقع اعتقادی به جن و روح نداشتم. به هیچ وجه. ولی اتفاقی که واسم دو سال پیش افتاد نظرم رو به کلی عوض کرد. من یه دختر 20 سالم و توی کرش زندگی میکنم و وقتی 18 سالم بود این اتفاق برام افتاد. من یه دوستی داشتم به اسم هانیه که با مادرش دوتایی زندگی می کردن. خونشون توی رشت بود. خونشون آنچنان جای پرتی نبودا. داخل شهر ولی ولی توی یه کوچه یه خلوت و طبقه اول ساختمون که توی هر طبقه فقط یک واحد بود. یعنی همسایه بغلی نداشتن. هر طبقه شون فقط یه واحد داشت. خلاصه من همیشه هر ازگاهی میرفتم خونه هانیه و چند روزی میموندم. مامانش خیلی پایه بود و ستایی تا صبح میگفتیم و میخندیدیم و قلیون میکشیدیم. اون شب ساعت حوالی دوی نصف شب بود نشسته بودیم قلیون میکشیدیم و یه عالم چیپس و پفک و حله حوله های جور و جور توی مختلف ریخته بودیم. تمام که شد من بلند شدم که بشقاب ها رو بذارم روی اوپن آشپزخونه. خونشون جوری بود که بعد از اوپن و ورودی آشپزخونه یه راه روی باریک و دراز بود که دست چپش در دستشویی بود و دو متر جلوتر توی همون راه رو در همون بود و تای راه رو هم یه اتاق. اونا روبروی در دستشویی تو همون راه روی باریک یه تخت کوچیک گذاشته بودن. منظورم تخت های چوبی مثل تخت های صفرخونه هاست. من بلند شدم که بشقاب رو بذارم روی اوپن. دوستم و مادرش هم دقیقا کنار پای من پایین اوپن نشسته بودن و قلیون میکشیدن. بشقاب رو که گذاشتم یه دفعه نمیدونم چی شد. چشمام سیایی رفت و... یه قدم برداشتم و دیدم دارم میافتم که خودم و رو انداختم روی همون تخت چوبی جلوی دستشویی. هیچی نمیفهمیدم. فقط میدونستم دارم خفه میشم. انگار یه چیزی داشت گلوم و فشار میداد و واقعا قصد کشتنم رو داشت. داشتم بیهوش میشدم و همه جا رو انگار جوری که اینک آفتابی زده باشم تیره می برای تقریبا چند ثانیه هیچی ندیدم، نشنیدم و نفهمیدم. تا اینکه انگاری یه دفعه آزاد شده باشم یهو یه به حالت خودم برگشتم به نصف ثانیم نکشید از جام پریدم و خودم رو پرت کردم تو دستشویی که روبرون بود و افتادم کف دستشویی گلاب بروتون هر چی که خورده بودم و با یه مقداری خون بالا آوردم حالم که سر جاش اومد برام جا انداختن وسط حال و پذیرایی و خوابیدیم من نه حرفی میزدم نه چیزی میگفتم نمیدونستم چمه اصلا تو حال خودم نبودم مادر دوستم اون خوابید دوستم وسط منم کنار دوستم یکم همون جور دراز کشیدم و کم کم داشتم به خودم میومدم اما نمیتونستم بخوابم یه ساعتی میشد که از اون اتفاق گذشته بود مادر دوستم خواب بود و من فکر میکردم که هانیم خوابیده چون حتی جرأت نگاه کردن به این ور و اون ور یا حتی بستن چشام رو هم نداشتم با اینکه نمیدونستم چی شده بود ولی یه حس خیلی بدی داشتم یه دفعه هانی ازم پرسید خوبی؟ گفتم آره آره دارم کم کم بهتر میشم مگه نخوابیدی؟ گفت نه نمیتونم میترسم با یه لحن خاصی گفتم تو چرا میترسی دیگه؟ گفت آنا یه چیزی بهت بگم قول میدی مسخرم نکنی یا نترسی؟ گفتم آره آره عزیزم بگو گفت اون لحظه که حالت بد شد من یه چیز سایه مانند سیاه وحشتناک رو دیدم که افتاده بود روت و داشت خفت می کرد. چند متر اون طرفتر هم یه چیزی دقیقا مثل همون رو دیدم که داشت با یه حالت پریشونی هی راه می رفت و دور خودش می چرخید. انگار که خیلی عصبی یا نگران باشه تون تون قدم بر می داشت. یکم کوتاهتر از آدمی زاد بود و سیاه بود. بعد از چند ثانیه نمیدونم چی شد من جیغ زدم. یه دفعه اون چیزی که داشت تو رو خفه می کرد منو نگاه کرد. چشماش دو تا حلقه یه تو خالی سیاه بود ولی معلوم بود عصبانیه. ولی اون یکی آروم شده بود. بعد از کمتر از چند ثانیه جفتشون یه دفعه ای قیب شدن منم ترسیدم و کل ماجرا رو به هانیه گفتم خلاصه یکم حرف زدیم و با ترس و لرز خوابیدیم فرداش مامان دوستم میگفت انگار یه چیزی داشت خفت میکرد گلوت گرفته بود به زور نفس میکشیدی و خرخر میکردی دور گردنم قرمز بود میدونستم یه چیزی بوده مادر دوستم زنگ زد به یه آقای سیدی که از دوستان خانوادگیشون بود. اون اومد خونشون. بعد از سلام و احوال پرسی یه دفعه گفت خیلی اذیتت کردن نه؟ ما نه چیزی بهش گفته بودیم نه اون خبری از چیزی داشت. وقتی هم مادر دوستم به زنگ زد جلوی ما بود. فقط گفت بیا ما یه مشکلی برامون پیش اومده. وقتی دید هر تامون هنگ کردیم بی مقدمه شروع کرد به حرف زدن که گفت یک نفر است یا یا همون یه خانومی که موکل داره و از تو خیلی بدش میاد و ازت متنفره یکی از موکلهاش رو فرستاده تا اذیتت کنه ولی دیشب یکی دیگه هم اونجا بود که میخواست نجاتت بده و خیلی هم نگرانت بود اون موکل تو نیست موکل یکی دیگه است ولی فرستادنش که مواظب تو باشه بعدش یه دعایی رو برام روی یه کاغذ که مثل این کاغذ قدیمی ها بود نوشت و توی یه پارچه که از جیبش تر آورد پیچید و دادش دست من و گفت این تا آخر عمرت توی هر جا و هر مکانی تحت هر شرایطی دستت باید باشه وگرنه جونت در خطر میافته بعدش هم بدون این که حرف دیگه ای بزنه خدافزی کرد و رفت. بعد از اون اتفاق من تا دو سه هفته نمیتونستم تنها بمونم. شب و کابوس میدیدم و از تاریکی به شدت میترسیدم و همش توهم چیزای وحشتناک رو میزدم تا اینکه کم کم بهتر شدم. ولی دیگه نه من نه دوستم نه مادرش در مورد این موضوع هیچ حرفی نزدیم و اونام یه جوری که انگار از من ترسیده باشن به صورت خیلی تابلو رابطشون رو با من کمرنگ کردن. تا اینکه به صورت کلی ارتباطمون قطع شد. من من البته بهشون حق میدم. شاید شاید اگر منم بودم همین کار رو میکردم. این ماجرای عجیب و ترسناک خاطره ای بود از یکی از عزیزان. درست یا نادرست بودن این ماجرا رو ما نمیتونیم تایید کنیم. قضاوت با خودتون. اگر شما هم خاطره ای این چنینی دارید اون رو با ما در میون بگذارید و برامون ارسال کنید تا ما اون رو با دیگر دوستان به اشتراک بگذاریم. راه های ارتباطی با ما در بخش توضیحات این برنامه قرار داره. نظرات و پیشنهاداتتون رو در کامنت ها برامون بنویسید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. امیدوارم همیشه سالم و شاد در کنار خانوادتون باشید. پیروزو پایدار باشید